خب دوستان عزیز، من بخش پنل مدیریتیمو با همون کپی پیست کدای قبلی به وجود آوردم. شما هم همین کار رو انجام بدید. تا اینجا پیش اومدم طبق همون چیزی که گفتم دوباره همین کپی پیست رو داریم، این دفعه برای یه چیز دیگه. میریم سراغ این انتخاب جدول لیگ فوتبال، این رو میخوایم بسازیم و هر دفعه این رو عوض میکنه. همونجور اینجا موسم رو ببینید، اینجا این تغییر میکنه، این ایران برتره. الان مثلا من میذارمش رو فوتسال، بعد دریافت کدو میزنم تبدیل میشه به فوتسال. ما هم دقیقا الان همینا میخوایم. یک تگ سلکت میسازیم، و درون اون تگ آپشن، خب اینجا فقط همون بخشده تگ پی هم باید میساختیم. من حواسم نبود، من اینو کاتش میکنم. تگ پی اول یه لیبل میسازیم و اینجا فور، همین رو براش کپی پیست میگیرم، نامش رو میذاریم لیگ، لیگ میذاریم نامش رو. همین عبارت اینجا انتخاب جدول لیگ رو هم براش به عنوان لیبل انتخاب میکنم. اینجا تگ سلکت میسازم، حالا آیدی همین رو براش میفرستیم و نیم. این بار از نیم این یکی واسش استفاده میکنم. نیمش رو هم میذاریم لیگ و تگای آپشن درونش. خب اینجا ولیو این یکی برابر میشه. من یه بار میسازم، بقیه رو خودتون کپی پیس باید بگیرید. دوباره شروع ویدیو رو نگه میدارم، دیگه لازم نیست یه چیز کار تکراری انجام بدیم. دیروز که یه لحظه اومدم رو این سایت، این گوشه این پایین که این چیزها رو نوشته بود، نوشته بود که کمالوند اگه اشتباه نکنم هم شهری ماه که مربی نوشته بود، من جادوگر نیستم، سرتیترشون بود. منم هم یه لحظه با خودم گفتم خب منم آهنگر نیستم، جوشکارم نیستم، این شد حرف. بگذاریم، چقدر خودشون رو تحویل میگیرن این مربی ها فوتبال، نمیدونم توجه کرده دارم. بگذاریم میاییم اینجا. خب اول لیگ برتر ایران جام خلیج فارس رو انتخاب میکنیم. خب اینجا بعد یک ولیو داره، ولیوش گفتم این پایین هست، دریافت کدو که میزنید اینجا ظاهر میشه ایران برتر هست، انتخابش میکنم به عنوان، نمیذاره تیکیشو بگیرم، باید بنویسمش. این خودش ایران برتر. خب و محتوای درونش لیگ برتر ایران، لیگ برتر ایران جام خلیج فارس. خب فقط اینجا یک چیزی میدیم و یک مقدار پیش‌فرضش هم خب همین ایران برتره، اینو میاریم این بالا مینویسیم، مقدار لیگ مقدار پیش‌فرضش میشه لیگ ایران برتر. خب فقط این پایین و این سلکت اینجا این که همون حالت ایف ستایی، اگر من باشد میتونیم از سلکتید استفاده کنیم، سلکتید اگر این چی برابر بود با سلکتید، و اگر نمیدونستید دقیقا چجوری کار میکنه میتونید برید داخل سرچ گوگل بنویسید وردپرس سلکتید فانکشن و اونجا یک نگاهی به نحوه استفادهش بندازید. میگم کتکس خوبه همیشه جلو دست آدم باشه.
نمونه کدم این پایین واسه همون گذاشته، میتونیم نگاه کنیم. مثلا اینجا گفته که selected مثلا فو یک بود یا مثلا دو بود، selected در خروجی مثلا چاپ بکن. خب ما اینجا میگیم selected و اینجا مقدار instance leak، اگر instance leak برابر بود با ایران برتر، خب selected رو بسه ما اینجا بنویسه. خب این از این هم بقیه هم به همین شکل. من یه دونه دیگر هم میسازم واسه تون، همین رو کپی پیست میگیرم، فقط میام تغییر میدم این گزینه هاشو. این رو عوض میکنم فوتسال، دریافت کد نوشته فوتسال با اف بزرگ، فوتسال. اگر این لیگ فوتسال بود اینجا، فقط میام مقدار درونش لیگ فوتسال. دیگه فوتسال. خب این از این، این دوتا رو مثلا ما ساختیم. فقط میام اینجا این رو هم کپی پیست میگیریم، اینجا میشه مقدار لیک، این هم خب مقدار لیک. خیلی راحت. بقیه رو هم همینطور به همین شکلی که من رفتم. الان من ویدیو رو نگه میدارم میرم میسازمشون دوباره، مثل همون ویدیو قبلی که ویدیو رو قطع کردم. شما همین کار رو انجام میدید، دونه دونه میرید از اون ور میارید این ور، قرارشون میدید. اینو یه لحظه امتحانش میکنیم، ذخیره رو میزنیم، لیگ برتر جام خر میذاریمش لیگ فوتسال، ذخیره رو میزنیم، میرید میاد رو این وایمیس، دوباره عوضش میکنیم میذاریم رو لیگ برتر و وایمیس. خب این هم از گزینه انتخاب لیگ جدول لیگمون. ما اینو حالا نمیدونم بسازمش، کپی پیست بذاریم، کپی پیست بگیریم دو سه تاشو همینجا بسازیم دیگه. حالا تا اینجا که ویدیو رو گرفتیم، خب این زیادن طول میکشن. خب من ویدیو رو نگه میدارم اینا رو میسازم، شما به همین ترتیب که من الان دو تاشو ساختم شما بقیه رو میسازید و بعد میریم سراغ اینا. اینا هم یه دونه شونا مثل بقیه، یه دونه از اینا رو میسازیم و بعد میریم سراغ کار اصلیمون.